چه خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز و بینندگان عزیز برنامه علامت سوال. بسیار خوشحال هستیم که با ما همراه هستید در یک برنامه دیگه از سری برنامه های علامت سوال. عزیزان در 90 دقیقه آینده با شما خواهیم بود از شبکه 100 امپاس ماهواره 100 و تشکر میکنیم از این که برنامه خودتون رو انتخاب کردید و با هم خواهیم بود و در ارتباط با موضوعات متعدد و سوالات شما عزیزان به بحث و گفتگو خواهیم نشست. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است و میتونید این برنامه را از طریق شبکه 100 امپاس ماهواره 100 تماشا کنید، همچنین از طریق فیسبوک و اینستاگرام علامت سوال، فیسبوک و اینستاگرام 100 امپاس و همچنین بر روی یوتیوب 100 امپاس هم میتونید برنامه را به صورت پخش زنده تماشا کنید. اگر همین الان وارد کانال تلگرام علامت سوال بشید، بر روی لینکی که در اونجا قرار داده شده کلیک کنید، مستقیما وارد کانال یوتیوب 100 امپاس میشید و سابسکرایب کنید تا هر هفته وقتی برنامه میخواد پخش بشه برای شما نوتیفیکیشن بیاد و بتونید برنامه رو به صورت پخش زنده از طریق یوتیوب هم تماشا کنید. اما شما عزیزان میتونید در طول برنامه با ما همراه باشید و سوالاتتون رو، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو، همچنین اگر درخواست دعا دارید و یا شهادت هاتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک و اینستاگرام میتونید پیغام های نوشتارتون رو بفرستید، همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام اگر دسترسی داشته باشید به اینترنت و همچنین تلفن هوشمند میتونید پیغام های نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. من برای شما عزیزان شماره تلفنی که مخصوص این سه اپلیکیشن هست رو میخونم، اگرچه که در طول برنامه بر روی صفحه گیرندتون خواهید دید، با شماره تلفن 2035799937772 میتونید پیغام های نوشتاریتون رو از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام برای ما بفرستید از همین الان. اما اگر ترجیح شما عزیزان بر این هست که تلفن بزنید، مستقیما صحبت کنید و سوالاتتون رو مطرح کنید، بعد از نیم ساعت اول برنامه تلفن برنامه هم باز خواهد بود از طریق شماره واتساپی که مختص تلفن زدن هست و دقت کنید که این شماره با شماره ای که قبلش من برای شما خوندم که برای پیغام فرستادن هست متفاوت هست. از اون طریق میتونید با ما در تماس باشید به صورت تلفنی و این شماره رو هم من برای شما میخونم: 2044 751 32 49 482. شماره تلفنی هست که برای واتساپ هست که از این طریق میتونید با ما در تماس باشید، مطمئنم برای گیرندتون هم در طول برنامه خواهید دید. اما عزیزان فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو بفرستید، در آخر برنامه وقتی رو خواهیم داشت برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو در طول برنامه فرستادن و در دعا خواهیم بود، همچنین شهادت هاتون رو، ما بخشی رو در برنامه خواهیم داشت برای عزیزانی که شهادت هاشون رو میفرستن و شما رو تشویق میکنم که اگر تجربه داشتید با خداوند حتما بر ما بفرستید، به اشتراک بگذارید. اگر دوست نداشته باشید که اسامی شما از آن خونده بشه حتما میتونید بر ما قید کنید که نام شما خونده نشه، ولی بفرستید برای برنامه علامت سوال و خوشحال میشیم که از شما عزیزان شهادت هاتون رو داشته باشیم که باعث برکت تک تک ما خواهد شد. بریم با هم یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو ببینیم. برمیگردیم و با مهمان عزیز برنامه با شما خواهیم.
بله، بسیار عالی. یک بار دیگه راه ارتباطی با برنامه رو دیدیم، اما مهمان بسیار عزیزی داریم از طریق اسکایپ با ما هستن، کشیش سرگیس بنیامین عزیز. عرض سلام دارم خدمتون بعد از سرگیس، و خیلی خوشحال هستیم که در برنامه امروز علامت سوال حضور دارید. خیلی ممنون، منم خدمت شما همکاران و همچنین بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که در خدمت شما هستم. و چون که فکر میکنم اولین برنامه‌ای هست که من به طور زنده بعد از این وقایع در خدمت شما هستم، میخوام از این فرصت استفاده کنم و تسلیت عرض بکنم خدمت همه هموطنانی که عزیزانی رو از دست دادن. دل همه ما شکسته است به سبب این مصیبت ها، این دشواری ها، و در دعا هستیم براتون و هر روزه به فکرتون هستیم. عزیزانی که عزیزانشون رو در زندان ها دارن و بی اطلاع هستن، براتون در دعا هستیم. خداوند به شما فیض ببخشه. آمین. بله، همونطور که اشاره کردین و این روزها هم روزهایی هست که به هر حال سالگرد عزیزانی که در آبان 98 هم کشته شدند، و خب به هر حال مردم ایران هرگز فراموش نمی کنند این اتفاقات رو، و مثل همیشه باز هم یادآوری کنیم که ما با شما عزیزان هستیم، دعاهای ما، افکار ما، دل ما با شما هست. خب برادر سرگیس عزیز، موضوعی رو انتخاب کردیم امروز که قرار هست راجع بهش صحبت بشه و موضوع برنامه عهد حاکم با ملت خود بر اساس آموزه های کتاب مقدس، که به نظر اتفاقا میتونه خیلی مربوط باشه به شرایطی که این روزها مخصوصا مردم ایران به دنبالش هستن، به هر حال با حاکمینی که شاید برخورد میکنن و یک جورایی اونها رو عادل نمیدونن، و به هر حال شاید بد نباشه که ما واقعا یه نگاهی داشته باشیم به کتاب مقدس و ببینیم که در آموزه های کتاب مقدس به چه صورت به این شرایط نگاه میشه. اما قبل از هر چیز من فکر میکنم که خیلی مهم هست که ما اصلا دقیقا یک معنا، یک تعریف کلی داشته باشیم در ارتباط با عهد، که عهد به چه معناست، اون هم در کتاب مقدس عهد به چه معناست. بله، خیلی ممنون. من خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید، امروز با پیشرفت‌های زیادی، مطالعات زیادی که انجام گرفته در خصوص این سطوح ارتباط، خب یه بحث پذیرفته شده ای هست که ما سطوح ارتباط خیلی متنوعی داریم. مثلا یک سطحی، سطح ابتدایی که بسیار هم اتفاقا معمولا پر جمعیته، این سطح، سطح آشناییه. ما خودمون هم در زبان فارسی این رو استفاده میکنیم، آشنا دارم مثلا فلانجا، مکانیک آشنا دارم، یه نفر نمیدونم خاربار فروش آشنا دارم، فلان چیز فروش آشنا دارم. بعد در این سطح فقط آشناییه و اون شخص برای ما زیاد، خود اون شخص برای ما مهم نیست واقعیتش. نه اینکه حالا احترام میذاریم، سلام علیک میکنیم با اون مکانیکی که خب میدونیم مهارت داره، قیمت خوبی بالاخره حساب میکنه، اون وسیله خوب رو میندازه، دزدی نمیکنه. خب اینا مهم هست، ولی برای چی مهمه؟ برای خودمون مهمه. بس این آشنایی، در این آشنایی که هست، اون مکانیک، اون بازاری، اون نمیدونم مهندس تو شهرداری، برای منافع خودمون اینها مهمه. سطح دیگه ای که یه مقدار شاید از این
بالاتر تصور بشه، سطح همراهی، همکاری، همراهی. یه نفر میخواد نمیدونم کوه بره تنهایی، نمیخواد بره، خب مخاطراتی داره یا حوصله‌اش سر میره، خب یکی رو میخواد باش باشه، ولی باز اون شخص در این سطح زیاد مهم نیست. خودمون مهمیم اینجا، باز اینکه خب تنها نباشم، اینکه یه نفر باشه صحبت کنم، یهو اتفاقی افتاد، بالاخره زنگی میزنه، یا به هر حال کمک هم دیگه هستیم. خب اینم یه نکته مهمی هست در این قسمت. و از سطح سوم هست که اون دوستی شروع میشه، یعنی طرف مقابل خودش برای ما مهم میشه و حالا ممکنه با دوستم بریم کو، ممکنه با اون مکانیک هم دوست ما باشه، ولی دیگه در سطح آشنایی نمیمونه، میاد در سطح دوستی. و در سطح دوستیه که وقتی رشد میکنه این دوستی، ما خودمون رو متعهد میکنیم یواش یواش و میگیم من این کار رو میتونم برات انجام بدم. و این سطح دوستیه وقتی خیلی بالا میره به سطح دوستی صمیمی میرسه، حالا وقت نیست من همش توضیح بدم، ممکنه در بحث جنس مخالف به ازدواج هم برسه. و ما در کتاب مقدس میبینیم چقدر خداوند این تشبیه رو به کار گرفت، این تصویر رو به کار گرفته، هم در عهد عتیق هم در عهد جدید خداوند در واقع تشبیه میکنه خودش رو به مردی که زنی رو اختیار کرده، همسری اختیار کرده، اسرائیل رو اختیار کرده، از بین همه دختران در کتاب حزقیال نبی این رو مشاهده میکنیم، یا در عهد جدید هم کلیسا به عروس مسیح باز تشبیه میشه. اینجاست که بحث عهد مطرح میشه، در دوستیه که عهد پیش میاد. بحث قرارداد فرق میکنه، قرارداد ممکنه ما ببندیم با کسی ولی باز خودمون مهم باشیم، منافع خودمون ایجاب میکنه که من پول کافی ندارم، با یه نفر شریک میشم، یه قراردادی میبندم، یا قراردادهای انواع اقسام قراردادها. ولی عهد، چیزی که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه، عهدی که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه به این شکل هست. و ما اینجا میبینیم که بحث تعهدات مطرح میشه و من میخوام از این فرصت استفاده کنم به ساختار حالا عهدهایی که در کتاب مقدس هم هست یه اشاره بکنم، که این نکته اگه شما اجازه بدید، اگر پرسش دیگه ای دارید در خدمت. حتما، خیلی ممنون، مرسی بعد از سرگیز، خیلی خوب توضیح دادین در رابطه با این مسئله، اینکه عهد همون عهد و پیمان یا اون تعهدی که عهد در واقع باعث تعهد میشه، و اینکه چقدر زیباست که وقتی که میبینیم و همونطور که شما گفتید که در کتاب مقدس همیشه صحبت از عهد ما بین زن و شوهر میشه، شاید چون نزدیکترین هستن، در معمولا زن و شوهر نسبت به هر کسی دیگه به هم دیگه نزدیکتر هستن، و خداوند هم همونطور که گفتید در رابطه با کلیسا و در واقع مسیح و عروس که هست کلیسا صحبت میکنه. ممنون، خیلی به نظرم مهم بود که همون اول برنامه ما در رابطه با عهد به خوبی متوجه باشیم، و مسلما همونطور که شما خودتون اشاره کردید در ارتباط با انواع عهد که در کتاب مقدس داریم و در واقع عهدهایی که خداوند بسته، که فکر میکنم یکی از عهدهای خیلی مهمی که همونطور که خودتون اشاره کردید، عهدی که خداوند با اسرائیل، با قوم اسرائیل بسته، درسته؟ بله، خب چندین عهد رو ما در کتاب مقدس داریم، عهدی که خب در کتاب در همون ابتدا هست، عهد پیدایش، یا عهدی که با میگن با آدم بست، بعد عهد با نوح رو داریم، عهد با ابراهیم رو داریم، عهد سینا رو داریم. و من میخواستم یه اشاره، یه گریزی بزنم به منطقه خاورمیانه، اینکه خب کشفیاتی که به عمل اومده نشون میده
شباهت هایی هست بین عهد سینا و عهدی که یا دیگر عهد ها حتی و عهدی که عهد هایی که در ایام باستان بعضی حاکمان با رعیت خودشون با قوم خودشون می بستن و این بسیار جالب هست که خداوند هم همین ساختار رو استفاده کرده، ولی خب تفاوت‌های بسیار بارزی هم درش دیده میشه که من خیلی گذرا میخوام به اینا بپردازم، چون که خب خودش بحث مفصلیه و وقت ما به ما اجازه نمیده زیاد اینجا درنگ بکنیم. اینکه چه در واقع مفاد این عهد چی بود، چند تا مورد رو من بهش اشاره میکنم. عهد سینا که شبیه مثلا عهد ایتیان باستان گفته میشه هست، یا بقیه اقوام هم عهدهای کمابیش مشابهی داشتن. حاکم می اومد در مقدمه داشت خودشو معرفی می کرد، می گفت منم مثلا پادشاه شما هیتیان. بعد ما در عهد سینا هم داریم که در خروج باب 20 آیه 2 می خونیم من هستم یهوه خدای تو، یعنی خودش رو اول معرفی می کنه بعد طرف رو، یعنی همیشه خب عهد بالاخره حداقل دو تا باید دو سو داشته باشه، حداقل دو نفر با هم بشینن و عهد رو ببندن. میگه من هستم یهوه خدای تو و یعنی من به سمتت اومدم، من خدای تو هستم که اومدم میخوام باهات عهد ببندم. و بر پایه اون مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، یعنی میخوام خودم رو متحد کردم برات، من تو در سطح دوستی هستی، تو چیز پایینی برام نیستی، اینکه نامت رو نشناسم، اینکه تو رو نشناسم، تو برام مهمی و اومدم به سمتت که در واقع دوستی دو طرفه باشه و عمیق بکنیم این رابطه رو. من هستم یهوه خدای تو. ما در یوشع که در واقع یه تجدید عهد هست در باب 24، عزیزان اگه وقت بکنن بعدم بخونن باب 24 یوشع که یوشع جمع میکنه قوم رو، اونجا میگه یوشع تمامی اسباط اسرائیل رو در شکیم جمع کرد و مشایخ اسرائیل رو رؤسا و داوران و ناظران ایشان را طلبیده به حضور خدا حاضر شدند. داره تجدید عهد میکنه، طرف اول خدا و طرف دوم قوم اسرائیل هست. میدونید اینجا دیگه موسی فوت شده و یوشع میخواد تجدید عهد بکنه. نکته دوم در این ساختار مقدمه ایه که تاریخچه ای از خیلی کوتاه به تاریخ رابطه این دو طرف عهد اشاره میکنه. مثلا میگفت پادشاه مثلا هیتیان یا دیگر اقوام منم مثلا فلان حاکم که تو رو مثلا خیلی متمول کردم. اینجا ما میبینیم که در خروج باب 20 آیه 2 قسمت دوم آیه 2 میگه، اولش گفتش من هستم یهوه خدای تو، در قسمت دومش میگه که تو را از زمین مصر و از خانه بندگی یا غلامی من بیرون آوردم، خارجت کردم. بس داره به تاریخچه رابطش هم در واقع اشاره میکنه. بس در نکته اول میبینیم خدا خودش پیش قدم شده اومده و قبل از اینکه اسرائیل اصلا وارد عهد بشه نیکی خودش رو محبت خودش رو ابراز کرده. چیکار کرده؟ میگه منم اون خدایی که، میدونید سینا خب بعد از اتفاق افتاد، بعد از خروج، بعد از اینکه قوم خارج شدن اومدن. بعد اولش ما داریم تو فارسی میگیم اول دوستی تو ثابت کن، ایشون دوستیش رو، حاکم داره دوستیش رو ثابت میکنه به اون ملت خودش، محبتش رو ثابت کرده به چی؟ اینکه تو رو از زمین بندگی، غلامی، تحقیر، تاریکی تو رو بیرون آوردم، میخوام سرفرازت بکنم، میخوام برکتت بدم.
و جالبه من باز گریز میزنم به عهد جدید هم. ما در مورد سرورم عیسی مسیح هم داریم که سر کلیساست، ما اون رو سر کلیسا میدونیم، در واقع رئیس کلیسا میدونیم. میدونید یکی از مباحثی که دوران اصلاحات هم بود و هنوز هم هست اینه که کلیساهای در واقع پروتستان یا حالا اصلاحگران اینها ریاست کلیسا رو منحصر فقط به مسیح میدونستن، برخلاف در واقع کلیسای کاتولیک که به هر حال اون اسکوف روم رو، اون منصب رو به اسکوف روم در واقع به نوعی بخشیده، حالا اون رو جانشیده مسیح بر زمین میدونه. ولی خب کلیسای پروتستان و این مسیح میگه من شما رو برگزیدم، بعد میگه من اومدم بر در قلب میکوبم که وارد بشم. و این خیلی شباهت های خیلی جالبی هست. و در مورد این زمینه تاریخی باز میگه در واقع خدا محبت خودش رو برای ما ثابت کرد زمانی که هنوز اصلا ما نمیشناختیمش. مسیح به خاطر ما مرد. مصر، در واقع اسرائیل هنوز با خدا تجاری نداشت، خدا اومد اونا رو بیرون آورد. بعد تو سینا میگه بیا رابطمون رو دو طرفه بکنیم، من تو رو دوست دارم، برام عزیز هستی. لول سه به بعده، لول یک و دو نیست که آشنایی باشه، خودخواهی باشه، اینجا محبت مهم طرف مقابل اسرائیل براش مهم هست. مورد خیلی من برادر سرگیز، اگه اجازه بدین یه تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و موارد بعد رو از شما میشنویم. با ما باشید. اینجا استودیوی لندن هست. درود فراوان خدمت یکایک که شما دوستان عزیز. ما در این برنامه به صورت پخش زنده در ارتباط با دفاعیات مسیحی به بحث و گفتگو می‌پردازیم. کارشناسان کتاب مقدس رو دعوت می‌کنیم. سلام برادر ادوا، سلام برادر سرگیس عزیز، سلام خالوز عزیز، سلام کشیش کیوان، سلام کشیش امید، سلام کشیش فریدون، خیلی خوش اومدین. و به سوالات شما پاسخ میدیم. بسیار عالی عزیزان، در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه علامت سوال در نیم ساعت اول برنامه هستیم و در ارتباط با عهد در کتاب مقدس صحبت میکنیم و اینکه عهد حاکم با ملت در واقع تحت اقتدار خودش به چه صورت هست. و دوست داریم شما عزیزان هم با ما همراه باشید. اگر در این مورد نظر و صحبتی دارید حتما برای ما بفرستید و در 15 دقیقه آینده تلفن ها هم باز خواهد بود، سوالتون رو میتونید از طریق تلفن هم با ما مطرح کنید. در خدمت کشیش سرگیس عزیز هستیم. برادر سرگیس عذرخواهی میکنم، من میان صحبتاتون مجبور شدم که به هر حال این استراحت کوتاه داشته باشیم. توضیحاتی دادید در رابطه با عهد به چه صورت هست و همچنین در کتاب مقدس چند نمونه عهد داریم و توضیحاتی که داده شد که خداوند خواست در واقع عهدی رو ببنده با قوم اسرائیل و قبلش که به هر حال اون دوستی خودش رو به هر حال ثابت کرده بود. از شما میشنویم در ادامه. بله خیلی ممنون. مورد سوم معمولا مقررات اون عهد هست. حالا قبلا خداوند دوستیش رو ثابت کرده یا اون حاکم نشون داده یه جوری، خب میدونید هیچ حاکمی نمیتونه مثل خداوند خدای قدوس عادل باشه و اینقدر با محبت باشه. و مقررات سومین نکته هست. حالا چرا مقررات؟ این همیشه شاید جای سواله.
که چرا مقررات هم به شکل حالا کلی اصلی، مقررات اصلی و شرحشون می اومد. ما در این عهد هم 10 حکم رو داریم که خب هممون اونها رو میدونیم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. حالا چرا اینها هست؟ میگه من که دوستیمو ثابت کردم برای شما، محبتمو ثابت کردم، من که خیرخواهی خودم رو ثابت کردم. میدونی کسی که محبت داره خیرخواهه، و من میخوام معیاری به زندگی شما ببخشم، معیاری که زندگی شما رو مبارک بکنه، زندگی شما از این اوضاع خارج بشه، مسیر زندگی شما از این اوضاع خارج بشه. و این در واقع معیاریه که میبخشه، چارچوبی که بتونه باهاش در دوستی بمونه، و در این دوستیه که خیریت هست. این دوستیه برعکس اون چیزی که شاید ما به ذهنمون میرسه، تصویر منفی که از خدا شاید در ذهن بعضی از عزیزان نقش بسته، که آقا خدا یه کسی نشسته منتظره که ما فقط پامونو یه ذره کج بذاریم که یخه ما رو بگیره و دیگه اصلا لطوپارمون بکنه. ولی خدای ما در واقع اینگونه خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده، خدایی که محبتش رو ثابت کرده و میگه که اینا رو نگه دار که آسیب نبینی، اینا رو نگه دار که زندگیت امن باشه، اینا رو نگه دار که منم بتونم رابطم رو باید ادامه بدم و از پشتیبانی من در واقع برخوردار باشی، من خدای قدوسم، بس اینا رو نگه دار که در رابطه با من بمونی و رابطه با من به نفعته، تو مبارک خواهی بود، خوشبخت خواهی بود وقتی با من در ارتباط بمونی. مورد چهارم که معمولا یه تدارک و نگهداری نسخه‌ای اشاره‌ای تو اون عهد میشد که نسخه‌ای از این باید نگهداری بشه، که ما باز این رو داریم در خروج 25:16 میگه و آن شهادتی که به تو میدهم در اون صندوق بگذار. در ترجمه قدیمی تابوت عهد بود، در واقع خب تابوت بیشتر به چیزی اون صندوق مردگان گفته میشه در زبان فارسی، ولی در واقع همون صندوق عهد. میگه اونجا بذار. برای چی؟ که این همش خونده بشه، این عهد رو همه به یاد بیارن، تکرار بشه، تجدید وقتی رهبری میخواد تجدید عهد بکنیم قرائت بشه. و ما کلام رو نگه میداریم، چرا تأکید کلیساهای انجیلی اینقدر رو کلامه، که نگه دار کلام رو که ما خاطرمون باشه. و نکته پنجم شاهدان بودن که در واقع به شهادت گرفته می شدن. مثلا در کتاب تثنیه 31:19 میگه سرودی رو بساز وقتی قوم اسرائیل از پیروی من برگشت و دچار مشکل شد، این سرود شهادتی باشه بین در واقع من و این قومی که در واقع برگشته از من. در یوشع 24:22 میخونیم، همونطور که عرض کردم باب 24 یه باب تجدید عهده، شما بر خود شاهد هستید. شاهد چی؟ شاهد اون عهد. داریم عهد میبندیم و شاهد هست. تو ازدواج هم مثلا ما شاهد عهد داریم در داخل کشور. شما بر خود شاهد هستید که یهوه را برای خود اختیار نموده اید و او را عبادت کنید، تا او را عبادت کنید. گفتند شاهد هستیم، یعنی خودشون هم. و نکته ششم که پیدا می شد در این عهد برکت و لعنت بود. اینکه اگه اون پادشاه می گفت، مثلا پادشاه هیتیان، اگه مثلا دشمنان منو بیاید پناه بدید، نمیدونم جاسوسان رو اینطور بشه بر شما، فلان بشه، ولی در عهد خدا در واقع میگه که با من راه بیایید، شما، من خدای حیاتم، شما مبارک خواهید بود. وقتی از من دور بشید، در واقع ما این رو داریم، هر که پسر را دارد حیات را دارد، بر که پسر را ندارد در واقع حیات را نداره و بر او حکم شده از حالا. و از این بحث برکت و لعنت هم جزو این عهدها بوده. من نمیدونم چقدر وقت دارم،
فرصت داریم بعد از سرگیز حدود 8 دقیقه فرصت داریم. بله خیلی ممنون. من میخوام یه اشاره مختصری خیلی جالب این عهد ابراهیم هم داشته باشیم. در کتاب پیدایش باب 15 هست که میدونید اون صحبت میشه، ابراهیم به خداوند میگه من اصلا وارثی ندارم، خب منو فرا خوندی، خارج شدم اومدم و در واقع این ایلازر دمشقی که مسئول امور اداری خونه من هست وارث من خواهد بود، من که بچه ندارم از خودم. و خداوند اونجا بهش میگه که یک سری قربانی رو آماده بکنه. خیلی جالبه و قطعا بعضی از بینندگان این برنامه آشنا هستن با این مطلب، ولی من خیلی مختصر بهش اشاره میکنم. عزیزان، زمان در اون ایام باستان وقتی میخواستن عهدی ببندن، قربانی هایی رو میومدن، در واقع قربانی حیوانات رو میآوردن و اینها رو قطع قطع میکردن و اون دو طرف عهد که میخوان ببندن از بین اونها میگذشتن و تکرار میکردن این در واقع جمله رو، اگه من عهد رو بشکنم اینطور بشه بر من، یعنی مثل این تیکه تیکه بشم، به قول من خونه خراب بشم، بدبخت بشم، یا اگه من عهد رو بشکنم. و نکته بسیار جالب و شگفت انگیز در اینجا که تفاوت در واقع عهدهای خداوند رو با عهدهای زمینی نشون میده اینه که کلام خدا به ما میگه که خواب سنگینی بر ابراهیم مستولی شد و ابراهیم به خواب سنگینی رفت. کی داره به خواب میره؟ زمانی که در واقع قرار عهد ببنده با خدا، از بین اون قربانی ها رد بشن اینها و اعلام بکنن. و میگه واقع شد چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، دقت کنید، تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها گذر نمود. آیه 17 15 17 آیه 18 میگه در آن روز خدا با ابرام عهد بست و گفت این زمین رو از نهر مصر تا نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. چه اتفاقی میفته؟ خدا خودش به تنهایی از بین اون در واقع قربانی ها میره و میگه اگه من این عهد رو بشکنم اینطور بر من واقع بشه. و ابراهیم رو که شاید نمیتونست این عهد رو نگه داره به خواب فرو میبره. چقدر شگفت انگیزه. این نشون میده اون حاکم به حق به چه شکل با قوم خودش رفتار میکنه، اونها رو دوست داره، اونها رو محبت میکنه، اونها رو حمایت میکنه، حتی ضعف های اونها رو نمیذاره ضعف اونها اینطور بیاد بیرون، بزنه بیرون که به این عهد لطمه وارد بکنه. جالب اینه که یکی از واژه های اصلی گناه در عهد عتیق که در عبری پاشا هست به معنی شورش ضد این حاکمه، حاکم به حق، این حاکمی که دوست داشته، محبتش رو ثابت کرده، حمایتش رو ثابت کرده. و گناه میگن یکی از واژه های اصلی گناه در عهد عتیق و کل کتاب مقدس هست این واژه، که یعنی بر ضد این که تو رو دوست داره، به نام میشناسه و میخواد این دوستی رو با دو طرفه بکنه و تعمق ببخشه، شوریدی و او رو به پشت سر میندازی. و من میخوام با دو تا آیه که مربوط به کار سرور ما عیسی مسیح هست به پایان ببرم این قسمت رو. در یوحنا 10:18 میخونیم کسی آن را از من نمیگیرد، داره در مورد جون خودش صحبت میکنه، سر کلیسا، حاکم کلیسا، بلکه من خود آن را مینهم، من خود آن را مینهم، قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم.
این حکم رو از پدر خودی یافتم. کسی به من زور نمیگه. من خودم جون خودم رو و جای دیگه میدونید ایشون فرموده که شبان نیکو جان خودش رو در راه گوسفندانش میده. و این واقعا باعث افتخار این حاکم به حقی که ما داریم. و نکته آخر، آیه آخر، من اشاره کردم که خدا در اون باب 15 اومد خودش از بین قربانی ها گذشت. و جالبه تو باغ جتسیمانی هم در واقع اون شاگردان به خواب رفتن. حالا من نمیخوام بدعتی بیارم، ولی ناتوانی شاگردان رو نشون میده و سرور ما تنها موند تا اون پیاله رو بخوره. پیاله ای که از قبل گفته بود نمیتونید شما با من بخوریدش و یوحنا و دیگران قبول نکرده بودن. و ما میبینیم که در واقع در لوقا 22:20 فرمود که این پیاله عهد جدید است در خون من که به جهت آمرزش بسیاری ریخته می شود. باز این عهد رو باز می بینیم خداوند همون خداست، به شکل در واقع در مکاشفه نهایی خودش نشون میده که حاکم به حق کسیه که ملت خودش رو، مردم خودش رو بیشتر از جون خودش دوست داره. این نمونه‌ای که میذاره سرور ما عیسی مسیح و کل کتاب مقدس برای حکما که تکریم بکنن، دوست داشته باشن مردم خودشون رو و اونها رو محبت بکنن. و خب ما متاسفانه در دنیای سقوط کرده هستیم که انسان به غایت متکبر و خودخواهه و اون فرصتهایی رو که خداوند در فیض عامش به حکما میبخشه که مردمان رو خدمت بکنن، اونها رو تباه میکنن و نمیتونن به نفع شایسته از اونها استفاده کنن و گاهن اونها رو حتی به شکل بسیار منفی مورد استفاده قرار میدن اون امکانات رو. درسته. بعد از اینکه چقدر به مطالب مهمی اشاره کردیم و اینکه خب ما داریم نمونه بسیار بارز و عالی که از خداوند و از عیسی مسیح که به عنوان یک حاکم برحق که چطور همونطور که شما عنوان کردید حاضر هست که جونش رو برای دوستان، کسانی رو که به حال دوست خودش میدونه و عهدی رو که بسته رو نگه میداره و چقدر مهم هست که این جایگاه رو حفظ کردن و مهم دونستن، چون متاسفانه همونطور که باز هم اشاره کردین در این دنیای سقوط کرده حاکمین انقدری که به فکر خودشون، منافع خودشون، جاه طلبی های خودشون هستن، متاسفانه کوچکترین دوستی با به هر حال ملتی که دارن بر اونها حالا به نوعی حکومت میکنن ندارن. و خب ما نمونش رو داریم میبینیم مثلا را در شرایطی که الان ایران هم به حال در شرایط ایران هم هست که داریم میبینیم و باهاش آشنا هستیم همه ما. و خیلی وقتها تعهداتی که گفته میشه ولی که خب به هر حال این تعهدات از همون عهد هست و این عهد چقدر مقدس هست ولی نادیده گرفته میشه و به راحتی شکسته میشه. و من فکر میکنم که یعنی مطمئن هستم که این چیزی نیست که واقعا خداوند بخواد و خداوند واقعا از این قضیه مطمئنن بسیار ناراحت هست، چون همونطور که شما گفتید به هر حال این اقتدار داده شده به حاکمین ولی متاسفانه داره ازش سوء استفاده میشه. بعد از سرگیز خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. اگر در این مورد صحبت دیگه ای نیست تا ما بریم و بعد از استراحت کوتاه برگردیم و به سوالات برسیم. صحبتی دارین در رابطه با آخرین صحبتهایی که شد در رابطه با حکام امروزه؟ فعلا نه، ولی میتونیم بعدا باز صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنون، مرسی. تشکر از شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودیم. بریم با هم استراحت کوتاه داشته باشیم. بخش شهادت ها هست، شهادت های شما عزیزان رو بشنویم، برمیگردیم و
در ادامه با سوالات و نظرات شما خواهیم بود. با ما باشید. هر کدوم از ما تو زندگیمون یه سری تجربیات ممکنه داشتیم با خدای خودمون. یه سری اتفاقاتی افتاده بین من و خدای خودم. و اون زمان یک کلیکی بوده توی زندگی من و یک احساس خیلی خوشایند که اینکه خداوند وجود داره. به اینها میگن، به این اتفاقات میگن شهادت. این شهادت ها رو اگر ما برای یه نفر دیگه تعریف بکنیم، ممکنه اون شخص دقیقاً در همون موقعیت قرار داشته باشه و با شنیدن شهادت زندگی من بدونه که بله، خدایی وجود داره و میتونه بهش اعتماد کنه. برنامه علامت سوال برای این فصل قصد داره که شهادت های شما عزیزان رو به اشتراک بگذاره. میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که اگر شهادتی دارید، اگر تجربه‌ای دارید با خدای زنده، حتما برای ما بفرستید تا ما بتونیم در برنامه علامت سوال به اشتراک بگذاریم و بنا کننده و تقویت کننده ایمان تک تک ما باشه. شما عزیزان بیننده برنامه علامت سوال هستید. بسیار سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اما همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم، از هم اکنون تلفن برنامه باز هست. اگر موفق هستید که از طریق تلفن با ما در تماس باشید، خوشحال میشیم که شما عزیزان رو داشته باشیم و صدای شما رو بشنویم. اما اگر از طریق راه‌های دیگه بخواید با ما در تماس باشید، همونطور که بر روی گیرندتون میبینید، راه‌های بسیار متعددی هست که از طریق نوشتاری میتونید با ما در تماس باشید. سوالاتتون رو، نظراتتون رو، درخواست‌های دعاتون رو و همچنین شهادت‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. اگر درخواست دعا دارید لطفاً حتما بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همچنین در ارتباط با سوالات، در ارتباط با هر موضوعی که باشه، میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و کارشناس از برنامه جوابگو خواهند بود. اول از هر چیز من پیغام های دوستانی که برای ما فرستادن و تشکر کردن از برنامه رو میخونم. جوی عزیز گفتن شالوم عزیزان، خداوند با شما همراه هستم، آمین به دعاها و تعلیماتتون. دوست عزیز ما با نام کاربری افشاری هم همچنین ممنون از اینکه بیننده برنامه هستید و گفتن که خداوند به شما برکت عطا فرماید. آوای عزیز همچنین گفتن شالوم و شکر برای وجودتون. و خانم یا آقای خانم عبدی گفتن که درود بر شما. و آقای اسماعیل همچنین خیلی ممنون از تک تک شما دوستان که با ما همراه بودید تا اینجا و خوشحال میشیم از شما از آن بشنویم در ارتباط با سوالاتی که دارید. دوست عزیز ما نیلا سوالی پرسیدن، گفتن که یک سوال دارم، وقتی که شریعت در عهد عتیق با هدایت روح خدا بوده، چرا مسیح خداوند بعضی از اونها رو باطل کرد، مثل شنبه که سبت بود ولی مسیح معجزه کرد، یا سنگسار رو که مسیح باطل کرد؟ بله خب ببینید، اگه ما دقت بکنیم
به صحبت‌های سرورمون عیسی مسیح، ایشون خودش به هیچ عنوان مدعی نیست که باطل کرده اونها رو، بلکه ایشون فرمود که اونها رو در واقع قرائت جدیدی ازشون میده و اونها رو به کمال میرسونه. مثلا این بحث قاتل، حالا قاتل تو قتل مکن به این محدود میشد در اون قرائت در واقع سینا و اینها که آقا برن مثلا یه شخصی رو بکشن، بعد شاهدم باشه بگه فلانی من دیدم اومد کشت، و بعد چی کار میکردن؟ قصاص میکردن و این قتل. ولی ما میایم در عهد جدید میبینیم سرورمون عیسی مسیح اصلا در واقع تفسیر بسیار والاتر از این رو ارائه میکنه. میگه حتی اگه به یه نفر مثلا کله پوک بگی، در واقع داری اونو میکشی، اینکه زایش میکنی، اینکه تحقیرش میکنی، و انسانی رو که به صورت خدا آفریده شده، درست اون صورت خدشه وارد شده بهش، ولی خدا دوستش داره و تو نباید اینطور نابود کنی کسی رو، شخصیت کسی رو از بین ببری. شاید با ضعف‌های بسیار اومده بالا، خانواده ضعیفی داشته، بهش توجه نشده، بعد تو هم میای اون رو نابود میکنی و میگه این قتله. یا بحث های مثلا بحث خیانت رو، بحث زنا رو که میگه تو فکرتم. حالا قبلا خب میگفتن شاهد باید باشه که یه نفر در حین عمل زنا بگیرنش، بعد مجازاتی داشت. بعد عیسی مسیح فرمود که اگه تو ذهن خودت، خب از ذهنه که تراوش میشه اینها. یه نفر ممکنه زانی باشه ولی هیچ وقت هم فرصت پیدا نکنه که این رو عملی بکنه، ولی همیشه گرفتار باشه، اسیر این افکار باشه. و ما در رساله یعقوب هم میخونیم که از در ذهن آبستن میشه، یا همون دل، اونجاست که آبستن میشه گناه و بعد زائیده میشه، فرصت پیدا میکنه زائیده میشه. اما در خصوص در واقع سبت هم، حالا بعضی ها مخصوصا مثلا بعضی فرق مثل ادونتیست ها یا دیگران این ادعا رو مطرح کردن که، یا دیگران هم بودن البته در تاریخ، که مسیحی ها در واقع شکستن اون حکم رو، در حالی که کلیسا اومد روزی رو در واقع گذاشت که برای خداوند باشه، در حضور خداوند استراحت پیدا بکنه، او رو ستایش بکنه، و اون روز روز قیام سرور ما عیسی مسیح بود از مردگان. و خود عیسی مسیح هم اونجا فرمود من اختیار دارم در خصوص پاسخ شما خواهر گرامی، اینکه اونجا گفت من اصلا اختیار دارم، داره به مقام والای خودش که در خلقت نقش داشته میگه من اختیار دارم که اینجا کار بکنم، من اختیار دارم در واقع اومدم که کار نیکو بکنم، و این فرصتیه که اینها به راستی آرامی بپذیرن از حضور خداوند، به راستی تجربه بشه قوت خداوند، محبت خداوند برای اونها. این بحث شکستن در واقع سبت نبود. سبت ما سبت رو نگه می‌داریم، نباید اون قرائت خشک یهود رو داشته باشیم. میدونی یه قرائت خشکی یهود پیدا کردن که بعضی از اونها تا به امروز، افرادی که همسایه یهودی داشتن در ایران هم، گاهی اوقات من شنیدم میگفتم ما زله شدیم، چون که ما رو صدا میزنن روز شنبه، میگن مثلا گاز ما رو، قبلا کبریت بودی که حالا فندک، بعدن حالا چیزی به شکل بشکار دیگه شد، این وسایل گرم کننده و آشپزی و اینها، میگفتن بیاید روشن کنید مثلا، یا بیاید فلان کار رو انجام بدید، در حالی که خدا واقعا این نبود هدفش، این که ما در حضور خدا
سبد اصلا چیه؟ ما وقتی رو آروم بگیریم و چقدر ما مشکل داریم به علت اینکه ما وقتی رو در حضور خدا آروم نمیگیریم که متلذذ بشیم از محبت او، از نوازش او، از فیض او. درسته، همونطور که شما گفتید، خب مهمترین هدف این بود که اولویت با خدا باشه و وقتی که با خدا ون میذاریم. ولی همونطور که شما گفتید، ما هم همسایه داشتیم، یادم میاد مادر بزرگم همسایه در واقع داشتن که این عزیزان یهودی بودن و روزهای شنبه حتی چراغ رو نمی زدن، یعنی مثلا موقعی که شب می شد خودشون نمی رفتن کلید چراغ رو بزنن تا روشن بشه و از مادر بزرگ من می خواستن که بیان روشن کنن. ولی خب خیلی خوب هست که همطور که عنوان شد که هدف اصلی مشخص می شد. اگر قرار بود که من اولویتم رو بدم برای خداوند، این که واقعا اون لحظاتیه که دارم یک زمانی باشه که با کیفیت عالی در حضور خداوند حالا دعا کردن، پرستش کردن و در واقع هدف اصلی فراموش نشه. خیلی ممنون، مرسی. بعد از سرگیس عزیز از توضیحاتی که دادید، سمیه، خانم سمیه سوالی پرسیدن، گفتن آیا امکان داره که ارواح مردگان بتونن شاهد اتفاقات دنیا باشن و اینکه آیا یک ایماندار که تولد تازه داشته باشه میتونه توسط ارواح پلید تسخیر بشه؟ من قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، یه خیلی مختصر یه پارانتزی باز بکنم در مورد قبلی، که ما خیلی چیزها هم میتونیم از یهودی‌ها بیاموزیم. عزیزان، از همه کس میتونیم چیز نیکو رو بیاموزیم و مثلا همین جدیت یهودی، حالا اونجا به خطا رفته به نظر ما، البته اونا خودشون میگن درسته، ولی این غیرتشون، این که این امروز و مثلا اسم یهوه رو نمیارن از ترسشون، چقدر جدی میگیرن خدا رو. و این از چند سده پیش از میلاد شروع شد این مسئله، که تا کنون اون بحثای اون افراد باورمندشون اینها اسم یهوه رو نمیارن و چقدر احترامه، چقدر اینکه نکنه ما به باطل بیاریم این رو، و چقدر چیزها هست که ما از اینها هم بیاموزیم. اما در خصوص پرسش بعدی، اینکه ارواح، ببینید، خب نظریات مختلفی هست. میدونید خب کلیسای کاتولیک مخصوصا در دوران قرون وسطا، میدونید اون فرضیه، حالا هرچی بگیم، اون آموزه در حقیقت برزخ رو اومد شکل داد که اشخاصی که فوت میکنن، البته اینجا باورمندان هستن هدف، که میرن و اونجا تطهیر میشن. و یکی از مواردی که باز اصلاحگران مخالفش بودن این بحث برزخ بود، که میگفتن این ساپورت کتاب مقدسی اصلا نداره. افرادی مثل لوتر مثلا، مارتین لوتر، خب یا بسیاری دیگر افرادی که الهیدانان معاصر، مثلا آقای گرنز که چند سال پیش در سن پایینی هم بود فوت شد ایشون، اینها در حقیقت همون بحث خواب رو میپذیرن که ما وقتی در مسیح هستیم میخوابیم. لوتر خودش میگه که من میخوابم و روزی اون در رو سرور من میکوبه و میگه که لوتر بیا بیرون، و از اون خواب من در واقع بیدار میشم. و این در واقع ما به یه دوره بی زمانی میریم، وقتی ما حالا در اون محدودیت زمانی و مکانی هستیم، و وقتی بخوابیم ما خواب رو استفاده میکنیم، چون که ایمان داریم که بلند خواهیم شد. و وقتی بخوابیم در ایمان، در واقع از این زمان خارج میشیم و مثلا ما زمان رو حس نخواهیم کرد.
پولس رسول وقتی بیدار بشه شگفت زده خواهد شد از اینکه واقعا این همه مدت کلیسا تداوم پیدا کرده، کجاها رسیده، چه اشخاصی، چه جمعیتی در این کلیسا جماعت باورمندان به مسیح جمع شدن، چون که ایشون در بی زمانی حالا از زمان خارج شده و از ما زمان رو حس نخواهیم کرد. و بیشتر این حالا در کنار این باورهای دیگه هم وجود داره، ولی این بسیار قوی هست در بین ایوانجلیکال ها، اینکه ما میخوابیم، این بحث اینکه روح ها سرگردان و اینا هستن اینجا دیگه مطرح نیست. اما در مورد اینکه روح شریر بتونه تسخیر بکنه، بیشتر باور اینه که در واقع اون میتونه تحت تأثیر و تحت فشار قرار بده و اینکه حالا بخواد تسخیر بکنه، چون که ما اون روح خداوند میاد در زندگیمون ساکن میشه و حتی وقتی در واقع اون رو به حاشیه هم میرونیم، باز خداوند منتظره، میگه از این سبب انتظار میکشم تا بر شما رأفت نمایم، منتظرم که برگردید که شما رو مورد لطف قرار بدم، مورد بخششم قرار بدم. پس خداوند در فروتنی و در واقع شاید در حالتی که مسرور نیست انتظار میکشه که ما برگردیم، ولی اینکه بیاد شریر تسخیر بکنه دوباره کسی رو که از آن خداونده، ما چیزی نداریم در مورد این در کلام خداوند که این چیز رو در واقع این رو ساپورت بکنه. ولی اینکه ما آسیب ببینیم، اینکه تحت فشار قرار بگیریم وقتی باز شورش حاکم بر ضد حاکم به حق انجام بدیم، این خب یه امر بدیهیه، یه مسئله بدیهیه که ما در واقع اگر قانون خدا رو بشکنیم آسیب خواهیم دید، حتی وقتی که ایماندار هستیم، وقتی ابدیت ما مشخص شده، گناه در واقع به ما آسیب خواهد زد. بسیار عالی، خیلی ممنون کشیش سرگس عزیز از توضیحاتی که دادین. امیدوارم هستم که سمیه عزیز هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. اگر موافق باشید با هم بریم یک موزیک ویدیو ببینیم، بشنویم، در ادامه سوالات و نظرات شما عزیزان با شما خواهیم بود. با ما باشید. چه گناهانم بسیار است، میدانم دوستم داری، گرچه جانم پر از عصیان است، میدانم دوستم داری، گرچه گناهانم بسیار است، میدانم دوستم داری، گرچه جانم پر از عصیان است. چون دادی جانت بهر من در جلجتا، با خونم شستی شرم و ترسهای مرا، چون دادی جانت بهر من در جلجتا، وقتی بی وفایم، میدانم در انتظاری تا بازگردم از تاریخ هایم، میدانم مشتاقمی حتی وقتی بی وفایم، میدانم در انتظاری تا بازگردم از تاریخ هایم. چون
دادی جانت بهر من در جوج و تا با خونم شستی شرم و ترس های مرا چون دادی جانت بهر من در جوج و تا داری ستایش هایم را میدانم کامل بینی پرستش های پرنقصم را میدانم دوست داری ستایش هایم را میدانم کامل بینی رستش های پر نقصم بر کوه جل جاتا با خونی پر بها غزلی از غزل هایت بهرم نوشتی بر کوه جل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه علامت سوال پخش زنده از شبکه ساسو امپورت. همونطور که از نام برنامه مشخص هست علامت سوال پاسخگوی سوالات شما عزیزان هست، پس حتما در طول برنامه اگر سوالی دارید، صحبتی دارید با ما در میون بگذارید. کارشناس از برنامه جوابگوی سوالات شما عزیزان هستن. فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو و ما بفرستید و همچنین شهادت هاتون رو تا با دوستان عزیز در برنامه زنده به اشتراک بگذاریم. تشکر میکنم از آقای احمد و همچنین آرام عزیز و آوای عزیز، آقای رحیم و آقای بهروز. ممنون و تشکر از اینکه بیننده برنامه هستید و روی پیغام های تشویق آمیزتون و ممنون که نظرات خودتون رو با ما در میون میگذارید. عزیزان همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید، صحبت و نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید. بعد از سرگیز آقای یاسر سوالی پرسیدن، گفتن که چند سال پیش یک کتاب تورات داشتم که داخل یه صفحه نوشته بود که سگ در خانه باشد شیطان نمیتواند وارد منزل شود و شیطان خیلی از سگ بدش میاد و سگ شیطان و جن رو میبینه. خواستم ببینم که آیا این حقیقت داره یا نه، من اشتباه میکنم. لطفاً اگر امکان داره در این مورد توضیح بدین. من به یاد ندارم همچین آیه ای رو در
تورات و این بحث که ببینید یه اگه اشتباه نکنم یکی دیگه از هموطنان ما هم یه خواهری بودن پرسیده بودن در مورد این بحث شریر. خب ببینید من فقط این رو اشاره بکنم که به طرق مختلف شریر میتونه بیاد و در حقیقت تسخیر بکنه، ساکن بشه در یک زندگی. وقتی مورد اول میتونه در حقیقت اون ضعف والدین باشه، به طور خاص میگن پدر وقتی ضعیف هست خانوادهش آسیب پذیره. وقتی ضعیف منظور در گناهان فرو میره، خانوادهش در معرض در واقع ضربات شریر قرار میگیرن. و مورد دیگه پیشرفت در گناه، شخص نمیدونه که در واقع اصلا محسوس نیست براش که داره خودش رو به تسخیر نیروهای شریر در میاره. وقتی در گناه پیشرفت میکنه، شریر میاد و در واقع او رو مسلط میشه بر او. و موارد دیگه هست، در مثلا دعوت هست، همونطور که ما از خداوند دعوت میکنیم وارد میشه، شریر هم میتونه از راه دعوت وارد بشه. اشخاصی هستن که روح خودشون رو در اختیار شریر قرار میدن، نیروهای شریر قرار میدن. و یا این متاسفانه در بین ما ایرانیان بسیار متداول بود، من حالا اطلاعی ندارم ولی سالها قبل این رو میشنیدم زیاد وقتی در ایران بودم، که این بحث فالبینی و این فال، البته اینا انواع اقسام هم داشت، احضار ارواح و اینها. عزیزان مطمئن باشید شریر چیز نیکویی به ما نخواهد داد مگه اینکه آسیبی برسونه به ما. ما وقتی بهش نزدیک بشیم قطعا آسیب خواهیم خورد. ما وقتی با خدا نزدیک میشیم در واقع تخت او به رحمت احاطه شده، خدای فیض بخش هست، خدای حیات هست، حتما چیز نیکویی از او به ما صادر میشه. و برعکسش به همین شکله که وقتی به شریر نزدیک میشیم، به اون خاطر تو کتاب مقدس در واقع پرسش از اجنه من شده بود برای اسرائیل هم، و این بسیار باید مراقب باشیم. من همینجا در آلمان با هموطنانی روبرو بودم که اینها گرفتار بودن با از طریق همین مسائل، خودشون این رو در واقع شهادت میدادن که به چه شکل به سبب در واقع فعالیت تو همچین جاهایی یا حالا به سبب کنجکاوی بوده رفته بودن در این جلسات و آسیب خورده بودن و این رو در واقع این مشکل رو داشتن و خداوند اون در واقع اون اسارت ها رو براشون باز کرد. اینها طرقی هستن که معمولا شریر میاد و در واقع مسلط میشه. و از طرفی هم ما نباید خودمون رو به هیچ عنوان دست کم بگیریم و ما هستیم کاهنان عهد جدید. این کلام خداوند به ما این رو بخشیده و این جایگاه رو بخشیده و معرفی میکنه، عیسی مسیح بخشیده و کلام خداوند این رو به ما یادآوری میکنه و معرفی میکنه که ما در نام مسیح قوت داریم و کلام شهادت ما در واقع این رو در واقع غالب میاد بر نیروی شریر و ما با دعا میتونیم بر او غالب بیاییم، با ایمانمون در واقع به نام عیسی مسیح و با دعا در واقع میتونیم قلعه های او رو فرو بریزیم. البته این بحثم باز مفصله، من خواستم فقط به دلیل اینکه دو تا پرسش مربوط بودن به این حوزه این رو خدمت شما عرض بکنم که ما حراسی نداریم، چون که ما از آن خداوند هستیم و در واقع او هست که از ما میترسه و میخواد یه جوری ما رو خلع اصلاح بکنه و همیشه
میدونید حرباهای مختلفی داره و یکی از قدیمی ترین حرباهاش اینه که در مشکلات میاد سراغمون و در گوش ما زمزمه میکنه خدای تو کجاست، چون که میخواد همیشه ابهامی در این محبت خدا در واقع ما رو به تردید بندازه نسبت به محبت خدا، همطور که با آدم این کار رو کرد، با همسر آدم این کار رو کرد، نسبت به وفاداری خدا، تعهد خدا در اون عهد شبهه ایجاد کرد و سبب شد که اونها بلغزن. به همین شکل تلاش میکنه که ما رو از خدا که منبع قوت ماست جدا بکنه و اون بخ خب آسون هست که بتونه بر ما غالب بشه و ما به خدا اعتماد کنیم و مطمئنن قدرت از خدا صادر خواهد شد و ما رو حفظ میکنه و پیروز ما هستیم در نام عیسی مسیح در نهایت. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی کشیش سرگیز. سوهلای عزیز سوالی پرسن، گفتن که اگر میشه در مورد کلیسای ادونتیست توضیح بدین. بله خب میدونید این کلیسا، حالا من حضور ذهن زیادی هم ندارم، سالها پیش درسی رو من تهیه کرده بودم، یه جایی تدریس کردم فرق مسیحی رو. البته این ادونتیست ها که همون روز شنبه رو باز نگه می‌دارن، در ایران هم فعالیت داشتن و در شهرهای مثل ارومیه، تبریز، تهران، من اینها رو مطمئنم حتی عبادتگاه داشتن برای خودشون، ساختمان‌های کلیساهایی داشتن و فعال بودن. تا چند دهه پیش دیگه اعضاشون در شهرستان در واقع تموم شدن، ولی تهران تا سالها پیش بودن یه تعداد، حالا من اطلاع ندارم به چه شکل هست اوضاع اونها در تهران. ولی کلن ادونتیست ها به دلیل اون پیشگویی اشتباهی که اون سرکردشون انجام داد، حالا خاطرم نیست چه سالی بود، دهه ها پیش بود و در قرن بیستم بود تا جایی که یادم هست، اینها یه محاسباتی رو انجام داد و اعلام کرد که مسیح مثلا در فلان تاریخ میاد و خب میدونید این خودش برخلاف اون نص صریح کتاب مقدس بود که سرور عیسی مسیح فرمود که انسان اصلا این رو نمیدونه و نمیتونه پیش بینی بکنه زمان بازگشت عیسی مسیح رو، در اختیار خداست این زمان. و خب در واقع اینها اگر چال خودش هم به نوعی اشتباه رو تا جایی که خاطرم هست پذیرفت، ولی بعدها به همین شکل این گروه ادامه داد. من تا جایی که یادمه در یک روز تعداد بسیار زیادی از اعضای این فرقه ازشون جدا شدن بعد از اینکه اشتباه در اومد اون پیشگویی اون سرکردشون. و ولی خب یه عده همطوری به این رو ادامه دادن و من خاطرم سالها پیش یه جوونی بودم و یه کتابی دستم افتاد، حالا خاطرم نیست از کجا خوندم، خیلی برام عجیب غریب بود که گفته بود نمیدونم فلان روز ستاره سقوط کردن و فلان و اینها، و بعد متوجه شدم این اصلا از تعلیم ادونتیستی داره که گفتن نه، مسیح اومد و سلطنت مخفی خودش رو در واقع شروع کرده از همون موقع که اون مثلا پیشوای ما پیشبینی کرده بود تحقق پیدا کرد. به همون خاطر ادونتیست ها رو معمولا دیگه در اون گروه مسیحیان راستین معمولا دیگه جا ندادن بعد از اون رویداد ها و ولی خب اینها هنوز نافذ هستن در بعضی جاها و خیلی تاکید میکنن رو بحث ده یک، و اینها خب از نظر مالی میتونستن ساپورت بکنن کلیساهای کوچیکی خودشون رو و ادامه حیات بدن، ولی هیچ مطالعه اخیراً نداشتن که از اوضاع فعلیشون اطلاع دقیقی داشته باشن. خیلی ممنون، مرسی. بعد از سرگیس، بعد از یه تنفس کوتاه برمیگردیم در ادامه سوالات شما عزیزان باشیم. ما باشیم.
Satsabin Plus. اپل تی وی و اندروید تی وی، اپلیکیشنی رایگان و کاربردی برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی از طریق اینترنت و همچنین تماشای زنده تمامی کانال‌های ست‌سون به زبان‌های فارسی، ترکی و عربی، همراه با آلبوم‌ها و فایل‌های صوتی و همچنین مجموعه‌های پادکست، قابلیت دانلود و ذخیره‌سازی برنامه‌های مورد علاقه و اشتراک‌گذاری آنها در صفحات اجتماعی. تأسیس نامحدود حساب‌های کاربری با تنظیمات شخصی و قابلیت فیلترینگ برای کودکان، همراه با سیستم جستجوگر سریع و پیشرفته برای سهولت در یافتن برنامه‌ها و قسمت‌های مورد علاقه شما، دسترسی به جدول پخش روزانه و هفتگی برنامه‌ها. اپ ست‌سون پلاس همیشه و همه جا همراه شما. در بخش پایانی برنامه علامت سوال همچنان در خدمت شما دوستان هستیم و فرصت هست اگر همچنان سوالی دارید عزیزان میتونید با ما مطرح کنید و درخواست های دعاتون رو حتما بفرستید در دقایق آینده. برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. کشیش سرگیس عزیز، در ارتباط با سوالی که آقای رضا فرستادم من برای شما میخونم سوالشون رو، گفتن که قبل از طوفان نوح اگر شیطان همراه با فرشتگان سقوط کرده بودن، پس چطور در زمان ایوب شیطان هنوز میتونسته به بالا بره و بیاد، در واقع در رفت آمد باشه؟ بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، این که در کتاب مکاشفه هم حتی به این مسئله اشاره میشه، این که به هر حال یک نبرد روحانی، یک بحث، میدونید شیطان یک بحثی رو که ما در موردش داریم بحث تهمت زدنه. در همین کتاب ایوب هم همین کار رو انجام میده و اینکه تهمت میزنه به ایوب که این ایوب داره در حقیقت به سبب اون نیکی که براش انجام دادی، انگیزش در واقع دوستی نیست باهات، همون بحثی که امروز ما داشتیم در ابتدا، و این به سبب اون برکاتی که از این عهد نصیبش شده اینطور داره خودش رو عادل نشون میده و عادل پیش اومده، و اگه این برکات از او سلب بشه اون تو رو انکار میکنه و باهات در واقع وفادار بهت نخواهد بود. ما در کتاب مکاشفه هم همین مسئله رو داریم که میگه اون مدعی برادران که به اشاره به سقوطش میکنه، اینکه این بحث سقوط به چی هست؟ آیا این هست که اون دیگه فرشته مقرب خداست؟ به طور شک نیست دیگه، به طور شک نیست. و اینکه بعضی ها حالا میان زمانی رو برای این تعیین میکنن، برای این در واقع مخصوصاً بس که تو مکاشفه هست که میگه اینها دیگه به زمین رونده شدن و میگن این شرارت دنیای حاضر به سبب این اخراج نهایی اونها از آسمان هست. ولی خب این بحث بسیار سختیه، اینکه ما وارد این بشیم، اینکه کی اینها به شکل نهایی اخراج شدن، و در واقع اینها فرشته هستن، این رو باید در نظر بگیریم
و پولس رسول هم در نامه افسوسیان یا رساله افسوسیان باب ششم یا ما میدونیم جاهای دیگه هم صحبت هست، ولی پولس رسول هم اشاره میکنه که نبرد ما با خون و جسم نیست، بلکه با اون نیروهای شرارت در جایهای آسمانی. و از اینکه این آسمان رو ما چجوری تعریف میکنیم، قطعا اینطور بگیم که دیگه اون حالا زهره یا لوسیفر، اونطور که در ترجمه قدیمی زهره بود، حالا من یادم نیست ترجمه های بعدی چجوری اون اسم ترجمه شده، اینکه در حضور خدا فرشته مقرب و مورد اعتماد اون نیست، قطعا نیست دیگه. و اینکه این بحث آسمان به چه معنیه، من میگم که این بحث خیلی بحث ساده نیست، چون که اینها در واقع ماهیتشون فرشته است و فرشته های سقوط کردن به نیروهای در واقع شریری بدل شدن که توانایی های خاص خودشون رو دارن. ولی به قول ژان کالوین میگه از همین حالا زنجیرهای خودشون رو هم حمل میکنن، اون زنجیرهایی که اونها رو به بند، در واقع بند ابدی خواهد کشید و شکست خودشون رو از حالا میبینن. وقتی نیروهای متفقین، بالا خاطرم نیست کجا بود اون مکان، از نظر اسامی بسیار اسامی بسیار ضعیفم، وقتی پیاده شدند، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم عزیزان عفو بکنن اگه اشتباه میکنم، نورماندی بود یا جای دیگه بود، دیگه مشخص بود که آلمان نازی شکست خورده، ولی خب هنوز جنگ ادامه داشت، جنگ داشت با شدت ادامه پیدا میکرد، ولی دیگه مشخص بود. میگن که از سال 42 1942 شکست در صفوف قشون آلمان دیگه قابل مشاهده بود، اون شکست ناپذیری دیگه رخت بربسته بود و میدونستن دیگه اون لرزان شده تو بعضی قسمت‌ها. شیطان هم به همین شکله، شکستش با صلیب سرورمون عیسی مسیح خونه و ریخته شد محرز هست، و ولی خب این نبرد هنوز ادامه داره، ولی قطعا کلیسا بر این قوای شریر که حتی قوای آسمانی هم نامیده میشن غلبه پیدا میکنه. بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی کشیش سرگیس عزیز. من فکر نمیکنم فرصتی باشه برای اینکه بخوایم سوال دیگه ای را جواب بدیم. فقط خیلی سریع من اگه بخوام یک سوال رو از دوست عزیز ما که گفتن که اگه کسی سواد نداشته باشه چطور میتونه کلام خدا رو بخونه و باهاش ارتباط برقرار کنه، بعد از سرگیس میتونین تو یک دقیقه جواب این دوست عزیز رو بدین؟ خدا رو شکر به خاطر این امکاناتی که امروزه هست، ما انجیل گویا داریم که میتونه برحال میتونه بشنوه یا در جلساتی شرکت بکنه. من ایماندارانی رو دیدم سنم خیلی پایین بود که اینها سواد نداشتن، ایمانداران بسیار قدرتمند، بسیار واقعا مقدس زندگی داشتن و خدا چقدر اینها رو به کار میگرفت، ولی خب با شرکت در مشارکت ها در واقع میتونستن اون نیازهای خودشون رو، اون کلام رو بشنون و نیاز در واقع غذای روح خودشون رو اینطور تأمین بکنن. یا روز خوب طرق بسیاری از شما بیشتر میتونید کمک کنید در این رابطه. خیلی ممنون. بله، همونطور که گفتید از طریق کتاب‌های صوتی زیاد هست، حتی کتاب مقدس به صورت صوتی هست، اپلیکیشن هایی هست که میتونید به صورت صوتی بشنوین و آموزش هایی هست که میتونید دسترسی داشته باشین، همچنین تلویزیون های مسیحی، برنامه هایی که الان داره ساخته میشه برای تک تک شما عزیزان هست که بتونید به راحتی دسترسی داشته باشید به منابع درست و به امید خدا که برکت بگیرید. ممنون از تک تک شما عزیزان، همچنین برادر سرگیس عزیز. اگر اجازه بدین بریم با هم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم و با درخواست های دعای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. با باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میامد، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین. عزیزان، از شما دعوت میکنم که با هم متفقا برای دوستانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا باشیم. بعد از سرگیز آقای حسین خواستن برشون در دعا باشیم که ناراحتی های زندگیشون کم بشه و خداوند به زندگیشون برکت بده. بهروز عزیز خواستن دعا بشه برای یک زوج مسیحی و برای ازدواجشون، و همچنین کاوه عزیز خواستن برای گفتن برای ما که در ایران هستیم لطفا دعا کنیم، همچنین برای شفا و برکات برای خودشون. اگر بعد از سرگیس عزیز برای این عزیزان در یک دقیقه و نیم فرصت هست در دعا باشین، همچنین برای ایران عزیزمون خیلی ممنون میشم. ما ایمان داریم خداوند، خدای ما، که شما و در این لحظات به حضور شما خداوند حاضر شدیم، به یک خداوند شما ملاقاتش بکنید. شما هستید خدایی که میتونید ماتم ما رو به جشنها تبدیل بکنید. برای بهروز دعا میکنیم، برای زوج مسیحی، دست شما بر اونها باشه ای خداوند، به جهت خیریت گشایش ایجاد بکنید. برای کاوه دعا میکنیم و همچنین برای درخواستش که درخواست همه ما هست، ایران ما رو خداوندا شما مد نظر داشته باشید، مردم رنجور ما رو خداوندا رحمت بکنید، بر کشور ما شما گشایش ها بکنید. عیز شما تک تک هموطنان ما رو فرو بگیره. خداوندا شما فیضی عطا کنید که مردم ما در آسایش، در آزادی خداوندا زندگی بکنن، بتونن هم دیگر رو احترام به شایستگی نام عیسی مسیح از زندگی لذت ببرن و شما رو جلال بدن. آمین. 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 خیلی ممنونم کشیش سرگس عزیز از حضورتون در برنامه و همچنین تک تک شما عزیزانی که با ما همراه بودید. تکرار امروز برنامه رو میتونید در یوتیوب و همچنین در واقع ضبط شده رو برای روی یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام داشته باشید و تکرار رو میتونید روز پنجشنبه 3 بامداد و شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. در طول هفته میتونید با ما در تماس باشید، از طریق اینستاگرام و فیسبوک سوالات خودتون رو، نظراتتون رو، شهادت هاتون رو با ما در میان بگذارید. مواظب خودتون باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار. یکایک شما عزیزان باشید. خداحافظ.